سلام، اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من کارون جریان داره. سلام. فرهاد و فرزاد مامان. سلام. سلام. و امروز یه مهمون خیلی باحال داریم به نام مهیاد. سلام. مهیاد قبلا مهمون پادکست ما بوده و قبلا پیش ما بوده، در مورد مسائل مختلف باش صحبت کردیم، ولی امروز میخوایم به صورت اختصاصی در مورد مهاجرت تحصیلی فکر میکنم صحبت بکنیم و اساس و کارهایی که براش وجود داره. مهیاد میخوای یه کوچولو ریز خودتو معرفی کنی تا ما اپیزود شروع بکنیم؟ شو. سلام به همگی، هم بچه های خورد کست که خب 5 دقیقه پیش ما سلام علیک کردیم، و به همه شنوندگان عزیز پادکست خودمونی خودکست. من مهیاد هستم، دانشجوی دکترا. ایشالله خدا بخواد، من یادتونه سری قبل اومدم گفتم همین ایشالله خدا بخواد دارم تمام میکنم، هنوزم همونی دارم. انصافا سری بعد که میای نگو دیگه دانشجو. من دفعه ایشالله رو نباید بگی. نه، ولی از صد استاد گذشتم و در واقع مانع الان اصلیت کیه؟ آره، الان مانع اصلی خودم هم دیگه، کار نمیم باید سابمیت کنم بره. ولی نه دیگه، فقط فرایند اداریش مونده انشالله که دیگه. او دفاع انجام شده؟ نه نه، فرایند اداری که برسه به دفاع، یعنی باید یه سری امضا بگیریم و بعد نمیدونم چند تا مهر رو ایناست که باید بزنن. آره. که اینا باید نه اون دیگه آره حل زیاد چیز خاصی نیست. anyway، من دانشجوی دکترای دانشگاه UBC هستم توی رشته فیزیکال کیمستری و هم بنیانگذاری هم کوفاندر کمپانی اپل چانس، استارتاپ اپل چانس، که اخیراً یعنی از حدود 1.5 سال پیش شروع کردیم ما این آیدیا رو، به جای جالبی رسیدیم که امروز میخوام براتون در موردش صحبت کنم. خیلی هم عالی. دفعه پیش که شما پیش ما بودید کلا در مورد مهاجرت صحبت کردیم، سختی هایی که داره. شما باید در مورد فیزهای مختلف مهاجرت صحبت کردی، قبل از مهاجرت، دپرشن بعدش، یا حالا موقعی که آدم ها از لحاظ فرهنگی یه جورایی تطبیق پیدا میکنن با کشور جدیدی که توش هستن. این هفته و این اپیزود میخوایم بیشتر در مورد اون پروسه کسایی که میخوان به صورت تحصیلی مهاجرت بکنن و در واقع باید به چه چیزایی توجه داشته باشن و این پلتفرمی که شما تهیه دیدیم به نام اپلای چانس صحبت بکنیم و ببینیم که چه جوری میتونه حالا به شنونده های ما که خیلی مشتاقن، خیلی از ما سوال میپرسن، دوست دارن که در مورد اپیزودهای مختلفی بریم. حالا این یه روش از مهاجرت هست به صورت تحصیلی، و ببینیم که چه جوری میتونه به آدم هایی که مشتاق هستن یه در واقع راهی رو نشون بده برای این کار. کارون تو چیزی داری که عد بکنیم؟ نه فکر کنم حالا میدونیم شماره اپیزود قبلی که با مهیاد بودیم چند بود، اونو اگه میشه در بیاریم. در بیار. اونجا مهیاد 50 خورده ای بود بکنم. نه 50 نه بود، 100 و 150. آره من 5 یادم میاد. حالا مثلا 205 بوده. آره اونجا مهیاد خب صحبت کرد چجوری راجب رزومه درست کردن، نمیدونم چجوری به استادا ایمیل بزنید، پروسه اپلای چیه. یه لینکی هم دادیم به ویدیوهایی که داشت، فکر کنم روی آپارات بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟ بله. حالا الان استارتاپ خودش رو راه انداخته، استارتاپ خودش هم خب قاعدتا روی همین موضوع دیگه. میخوایم راجب جزئیات این قضیه صحبت کنیم که چجوری میتونیم از سرویسی که در واقع خدمتی که مهیاد اینا ارائه میدن استفاده کنیم که اپلای کنیم حالا در آینده. 156 و 157. پنجش خوبی هست، درست بود، قشنگ بود، پنجش عالی بود. مهیاد جان دیگه ریش و قیچی دست خودت. قربان، مرسی. آره چشمن یه ریویوی کوتاهی شاید بد نماشه برای بعضی که شاید اپیزودها رو ندیدن بکنن در حد 1-2 دقیقه، که مهاجرت راه‌های مختلفی داشت. یکیش میشد تحصیلی که الان برای که اومدیم توی اون اپیزودا نشستیم صحبت کردن که چرا تحصیلی برای بچه‌های ایران ممکن ترین راهه. حالا این تحصیلی خودش به دو دسته تقسیم میشد، تحصیل با هزینه شخصی بود که خب هزینه‌اش واقعا با دلار 20000 تومان دیگه، اون زمانی که داشتیم صحبت کردیم دلار 20000 تومان نبود بچه‌ها، و الان که دلار 20000 تومان، دلار کانادا رو دارم میگم،
20,000 تومنه تقریبا دیگه نشده، نمیدونم برای خیلی از افراد نشده، چون دیگه تقریبا با هزینه زندگی تقریبا میشه سال 1,000,000,000 تومن که پول واقعا زیادی داره میشه دیگه شده. و برای همین کمپانی ما یا همون استارتاپ ما اپلای چانس اسپسیفیکلی داره روی تحصیل با فاند وقت میذاره، یعنی رزومه افراد رو بررسی میکنه که ببینه چقدر شانس پذیرش با فاند دارن توی دانشگاه کانادا. این یه ریویوی بودش از اون دوتا اپیزود توی 1 دقیقه و یه بیشتر از نمیخوام بالا برم. این بچه ها علاقه مندن ما دوتا اپیزود رفتیم فقط شد همین 1 دقیقه چکیدش. آره واقعیتش من دارم سعی میکنم اینقدر جالب حالا بچه چون خودمونی هم هست من میگم راحت باش. یکی از چیزایی که من فیدبک روش میگیرم اینه که چقدر حرف میزنی توی پیچ، یعنی اینو منتورای ما هی بهم میگن که آقا اینقدر دو بار توضیح نده، سه بار توضیح نده، مثلا من هی میخوام کانسپت رو خیلی خوب برسونم چند بار توضیح نده، بعد دارم سعی میکنم که بتونم کانسایز صحبت بکنم. حالا اگر که کمی کاستی هست یا اینو خوب نمیتونم انجام بدم، بدونی که من دارم ترین میشم تو این زمینه و سعیم رو دارم میکنم. حالا شرایط هم فرق داره دیگه، خیلی راحت یه برانچی که سری پیش گفتی الان حذف شد دیگه، هزینه شخصی کلا الان حذف شد چون نشده. آره دیگه تقریبا همین دیگه، خیلی کوتاه شد. آره ولی بریم سراغ این که، و البته توی همون دوتا اپیزود من با جزئیات بیشتری توضیح دادم که مراحلی که بچه باید طی بکنن واسه این که فاند بگیرن واسه خودشون اگر که رزومه‌شون نسبتاً خوبه چی هست. یکیش اینه که باید خب دانشگاه سرچ بکنن ببینن که مینیمم ریکوایرمنت‌هاشون چقدره، بعد استادای دانشگاه سرچ کنن ببینن کی ریسرچ هم استاد با اینترست ما مثلا میخونه، بعد ایمیل بزنن به این استادا رزومه‌شون بفرستن بگن ما به این دلیل از کار شما خوشمون میاد، مثلا فلان پیپرتون رو خوندیم و آیا پوزیشنی دارین یا نه، که خب این جزئیات اینا رو هم توی اون ویدیوهایی که توی آپارات بود برای بچه‌ها ما شیر کردن، شما هم لطفاً شیر کردین، توضیحات کاملش رو دادید. حالا جایی که رسیدیم ما متوجه شدیم که بچه‌ها یک سوال اصلی دارن، اونم اینه که این رزومه منه، آقا اصلا شانسی دارم من برم زبان بخونم، مثلا هزینه زمانی، هزینه پولی انجام بدم برم زبان یاد بگیرم، یا اصلا کلا شانسی ندارم، که این اساس استارتاپ اپلای چانس شد. یعنی این که ما اومدیم یک پلتفرمی ساختیم که بچه ها میان میرن توش اطلاعات تحصیلشون رو میزنن و بعد این پلتفرم به طبق الگوریتمی که ما با مصاحبه با بیش از 100 استادی که توی کانادا دارن تدریس میکنن توی دانشگاه مختلف کانادا هستن در آوردیم، اینو بهشون میگیم که آقا نمره این رزومه شما چنده، یا همون چیزی که اسمش خودمون گذاشتیم AC score یا همون Apply Chance score، این اختراع ماست. این AC score کاری که میاد میکنه اینه که 7-8 تا پارامتر مختلفی که برای استادای کانادا مهم هستش رو، خیلی یه چیز خیلی فنسی هم نیستش، یه ذره فنسی تر از یه weighted average، میاد اینا رو تبدیل میکنه به یه عدد. میگه چی؟ میگه که شما اصلا نمره رزومه شما از 800 بین مثلا 150 تا 850 مثلا 500 مال شما، 700 مال شما، 200. و بعد یه توی پلتفرم میگیم که مثلا با این نمره شما الان توی همه یوزرهای پلتفرم ما نفر چندون، که طرف یه فیلینگی داشته باشه که آقا تو کل این کامپتیشن کجای کار. حالا مثلا فکر کنیم من به شما میگم نمره شما 600، اولین سوالی که میاد تو ذهنتون چیه؟ کارون چه سوالی میاد تو ذهنتون؟ 600 از چند؟ نه خوبه یا بده؟ چندشو گفت؟ با 600 کجا میشه اپلای کنم؟ آفرین. مثلا اینه که خب حالا سو وات، من الان 600 شدم، چی کار کنم؟ کجا اپلای کنم؟ بعد این میشه استپ بعدی توی پلتفرم ما که میگیم که این دقیقا مثل همون تراز کنکور بودش که یه نمره میدادن، حالا مثلا نمیدونم 7000 مثلا یا 12000 یادم نمیاد مثلا چند بود، یه نمره یه عدد خالص. اینو میایم میگیم که اوکی این عدد مثلا 500 مثلا 550 برای دانشگاه تورنتو خب کافی نیست،
انقدر کامپتیشن بیشتره که شما اگه اپلای کنی اونجا ریجکت میشی most likely. ولی اگر بیای مثلا دانشگاه چه میدونم ولی یه دانشگاه دیگه که رنکش پایین تر از دانشگاه تورنتوه با همون رزومه شما اتفاقا جزء اپلیکنت های خیلی خوب میشی. پس در واقع این چه کمکی بچه ها میکنه؟ به بچه ها این کمک میکنه که بدونن با این رزومه ای که دارن کدوم دانشگاه بیشترین شانس پذیرش رو دارن. ما بهشون میگیم که با این چیز حالا با این ACS score شما مثلا دانشگاه تورنتو 40% شانس پذیرش داری ولی دانشگاه مثلا کنکوردیا 60% شانس پذیرش داری، یه دانشگاه دیگه شاید 70% 80% شانس پذیرش داری. و این بهشون کمک میکنه که اون پول اپلیکیشن فی رو که برای هر دانشگاه باید بدن روی دانشگاه های درستی بذارن. از اون مهمتر زمانشون رو روی اساتید دانشگاه های یعنی در سطح رزومه خودشون صرف بکنن، نه اینکه همه بیان برن مثلا دانشگاه تورنتو، همه بیان برن دانشگاه یو بی سی، همه بیان برن دانشگاه اس اف یو بخوان مثلا استاد پیدا بکنن. خب یه نفر اگر اول کار بدونه که اوکی من رزومم در حد مثلا دانشگاه تورنتو نیست، خب اون زمان رو سیف میکنه، میاد میره زمان بیشتری میذاره با مقاله بیشتری از اساتید مثلا دانشگاه کارتون میخونه و یا حالا از اساتید بیشتر دانشگاه ویکتوریا میخونه و اونجا زمانش از بین نمیره، زودتر از بقیه میتونه یه دونه پوزیشن رو سکیور بکنه. این حالا یه چیز کوچیک فقط بگم جانا، بله یه در واقع مقایسه بکنی با شرایطی که تو ایران، مثلا ما تو ایران کنکور که میدادیم رتبه‌مون که میومد، خب اونجا مشاوره کار مشابه میکردن، میگفتن حالا مثلا به لحاظ آماری تو سال قبل مثلا رتبه شما انقدر مثلا احتمال داره که بری فلانجا قبول شی. ولی یه فرقی که اونجا داشت این بود که مثلا کنکور سراسری زمان ما دیگه هزینه ای نداشت، شما وقتی رتبت اومده بود صد و دونم چقدر انتخاب داشتی، از بالا ردیف میزدی مثلا دانشگاه خوب میومدی میرسیدی به بعد. ولی فرقی که حالا اپلای خارج کردن داره اینه که اینجا همونجوری که تو گفتی هر کسی که اپلای میکنه یه هزینه رو باید پرداخت کنه که اون هزینه همین الان به پول یعنی به ریال که تبدیل کنی خیلی مبحث عدد قابل توجهیه. روی این حساب خیلی مهمه که از قبل یه حدودی دست آدما باشه که کدوم دانشگاه ها شانس بیشتری دارن برای پذیرفته شدن که اونجا سرمایه گذاری کنن، هزینه رو اونجا بکنن و وقت رو هم اونجا بذارن. که در واقع کاری که مهیادینا میکنن همین کاره که به شما میگه که مثلا این احتمال وجود داره که با رزومه که شما دارید کدوم دانشگاه ها شما رو بگیره. و توی این قضیه خیلی دیتا کمتر از حالت کنکور ایرانه، چون تو کنکور ایران اون مشاوری که شما بعد کنکور باهاش صحبت میکنی برای انتخاب رشته در واقع کلی دیتاهای سال قبل رو داره که مشخص میتونه به شما بگه که چه اتفاقی ممکنه بیفته با یه احتمال خوبی. ولی تو قضیه اپلای کردن اولا حالا مقیاس رتبه کنکور وجود نداره، دوما داده ها اونجوری در دسترس عموم نیستش که یه همچین اطلاعاتی رو در اختیار شما بزن، ولی حالا پلتفرم شما داره اون داده ها رو همه رو جمع آوری میکنه و در اختیار آدم ها میذاره به صورت طبقه بندی شده. دقیقاً مرسی کارون که کاملا لب مطلب واقعا خوب ادا کرد، دقیقا همینه. یعنی من الان هر یه سر بلندتر میشه، من احساس کنم یه صدای تو ضعیفه برای من؟ ما آره شور میخوای بذاری یه تنظیمات چیزی نگاهی بندازم؟ احساس میکنم یه تنظیمی عوض کردی و دوره برگشت سر جای اولش. الان چطوره؟ الان خیلی نویز داریم. نویز داریم الان. میخوای همون برگردن روی همون قبلیه؟ اوکی. ولی به حال داری صدات از جای دیگه ضبط میکنی دیگه، من فقط اینو فخواستم. آره من داره صدام روی گوشی ضبط میشه. اوکی باش. الان خوبه یا نه هنوز؟ آره یه ذره صدات ضعیفتر از نسبت به صداهای ماست ولی فکر کنم گوشی خوب باشه چون گوشی نزدیکه. این چطوره؟ آره. اینم فرق نکرد یا این بده؟ نه اینم تقریبا اینه. فرق نکرد. اشکال نداره، برو ببخشید من آره. نباید خواهش نه خواهش ببخشید دیگه خب دقیقا الان هر کسی که بخواد اپلای بکنه توی دانشگاهی یه چیزی حدود $100 تا $200 هزینه اپلیکیشن فیه. مثلا دانشگاه ویکتوریا یا یو بی سی $168-169 اپلیکیشن فی دارن میگیرن از اینترنشنال استودنت ها و جاهایی هستن مثلا حدود $90 تا $100 میگیرن و خب این
پول زیادیه به تومن دیگه. یعنی الان نگاه بکنی اون زمانی که من مثلا 10 سال پیش داشتم اپلای میکردم، کل هزینه های اپلیکیشن برای 15 تا دانشگاه اپلای کردم با پست و همه چیز شد 3 میلیون تومن. الان 10 تا دانشگاه اصلا نمیشه 10 تا دانشگاه اپلای کرد، ولی اگه فکر کنیم بیاین 10 تا دانشگاه اپلای بکنیم، نمیشه که، یعنی میشه، گرون میشه. 10 تا دانشگاه مثلا شما دونه 150 دلار هم چیز باشه میشه قشنگ 1500، آره 40 میلیون تومان. و خب به این دلیل این کار ما داریم میکنیم که به بچه ها کمک بشه که به جایی که بیان برن 100 دلار مثلا بدن اپلیکیشن فی جایی که اشتباهه به علتی که نمیدونن در لیولش هستن یا نیستن، یا اینا رو برن جاهایی که شانس بیشتری دارن واسه پذیرش. حالا پس شدش اینا اول میان توی پلتفرم یه دونه اطلاعات تحصیلشون رو توی قسمت اینفوشیت وارد میکنن، یه دونه نمره‌ای به رزومه‌شون به نام ACS score اونو میگیرن که یک عدد بین 150 تا 850، و بعد قسمت بعدی میان میگن خب حالا من با این نمره توی دانشگاه مختلف چقدر شانس پذیرش دارم. که ما تا این مرحله قبل از چی تا نمره همه چیز رایگانه، تا نمره رزوم. بعد میان قسمت اونجایی که چقدر شانس پذیرش دارم، اینجا سه تا دانشگاه رو ما رایگان بهشون میدیم و این سه تا دانشگاه رو هم جوری انتخاب کردیم. من اینجا دارم علنا هم میگم که افرادی که شاید وسع مالیشون نرسه بخوان حتی بیشتر بگم، ما دو تا دانشگاه خیلی خوب رو انتخاب کردیم، یه دانشگاه پایین رو انتخاب کردیم که یه رنجی از این چیزها رو بهشون بدیم، وسطش رو دیگه حدس میتونن بزنن اگر بخوان. ولی خب اگر دقیق تر بخوان بدونن که واقعا کجاها اپلای بکنن، چند درصد چانس دارن اینا، اون دیگه باید هر دانشگاه 10 دلار مثلا پول بدن. حالا این 10 دلار به دلار کانادین دلار هم که حساب بکنیم میشه 200,000 تومان، خیلی بهتر از 150 دلاریه که همینجوری کور کنن. یعنی احتمال هر دانشگاه رو بخوان ببینن 10 دلار باید بدن. بله. این بعد من یه سوال بپرسم جانم. آره حتما. این امکان مثلا هستش که یه باندل مثلا بهشون بگی میگی خودت؟ خب بگو پس. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود سوالی که پرسیدی. اینو داریم دقیقا روش کار میکنیم. چیزی که رفتیم جلو فهمیدیم، دیدیم که خب بچه ها میگن که خب الان کجا بدونیم 10 دلار رو میدیم یه دانشگاه، من خودم انتخاب بکنم باید حدس بزنم کدوم دانشگاه انتخاب کنم. مثلا اضافه با یه کلیک 10 دلارم میپره و نمیدونم یه وقتم دوباره 40% دیگه گرفتم. حالا کلا هم که نمیتونم از بالا تا پایین بیام دونه 10 دلار تو خوب شانسی. دقیقاً. بعد کاری که الان ما داریم میکنیم سیستم ساجستد ادمیشنس، یعنی اینکه بهشون میگیم که شما با این نمره مثلا 15 تا دانشگاه دارین که شانستون توش خیلی خوبه، 20 تا دانشگاه دارین که معمولی شانستون، و اشتباه گفتم برعکس داد 15 تا دانشگاه هستش که شانستون زیاد توش خوب نیست ولی هنوز شدنیه، مثلا 20 تا دانشگاه هستش که شانستون معمولی و ریزنبله، 3 تا دانشگاه هستش که خیلی شانستون توش خوبه. حالا اگر میخواین بیان از توی اینا خودتون بگین چند تا از این هر کدوم دسته رو میخواین، بعد ما بهتون اون دانشگاه رو نشون میدیم و اینا رو به صورت باندل مثلا چون 5 تا 10 تا میتونن بگیرن بچه. این هم تا اینجا. حالا یک سری دیگه اصلا میگن که اوکی ما الان یک سال دیگه میخوایم اپلای کنیم، امسال نمیخوایم اپلای کنیم، یا دو سال دیگه ما الان مثلا وسط درسمون دو سال دیگه میخوایم اپلای کنیم، چی کار کنیم که دانشگاه های بهتری یا شانسمون رو ببریم بالاتر؟ برای در این کار اومدیم یه قسمت رو درست کردیم به نام اینسایت که بچه ها میتونن به صورت فرضی بیان پارامترهای مختلف رزومهشون رو تغییر بدن ببینن که شانس پذیرششون چقدر تغییر میکنه. که مثلا اگر کسی معدلش الان 17.5 و هیچ پیپری نداره، میاد مثلا میگه من معدلم بکنم 18 بهتره یا اینکه یه پیپر بدم. بعد یه نفر دیگه مثلا ممکنه معدلش 15 باشه و پیپرم نداشته باشه، بعد اونم بیاد بگه خب الان برم پیپر بدم یا اینکه معدل 15 بکنم 16. این دو نفر متفاوته، یعنی یکیشون رو من اولیار مثلا میگم باید بره
یعنی در سیستم ما بهش میگه که بهتره که بری یه پیپر بدی چون آلردی معدلت خوب هست، حالا اونقدر دیگه تغییری نمیکنه بین 17.5 تا 18 یا 18.5، ولی کسی که 15 تا 16.5 یک سری مینیمم ریکوایرمنت ها رو الان نداره، ولی اگه بشه 16-16.5 اون مینیمم ریکوایرمنت ها رو به دست میاره، در نتیجه شانسش خیلی افزایشش میشه. اینجوری میتونن بفهمن که توی یک سال آینده یا توی دو سال آینده روی چه ایریاهایی رو تمرکز بکنن که بیشترین ریترن آن اینوستمنت رو داشته باشه، بیشترین نفع رو واسهشون داشته باشه. اینم قسمت دیگه ای که حالا اینو داریم بحث میکنیم، فکر میکنیم که کامباینش بکنیم با یه سیستم منتورینگ که منتورهایی که بیان روی پلتفرما که خودشون این راه رو رفتن، پذیرش گرفتن و الان دارن اینجا مثلا به عنوان دانشجو تحصیل میکنن، اونا بیان روی این سیستم و به بچه ها راهنمایی بدن، هم پول در بیارن، هم که بچه ها با یک شخصی که واقعا خودش راه رو رفته نخوان 100% به یک سیستم تراست بکنن، یک نفری هم باشه که بهشون راهنمایی های پرسونالایز تری هم بده در مثلا جلسه مشاوره. این کل استارتاپ اپلای چانس، یعنی کارهایی که الان میکنیم. علاوه بر اون ما توی سال آینده یه سایتی داریم به نام سایت استادها، یعنی اساتید میتونن بیان و روی پلتفرم ما پوزیشن پست بکنن و ما بیایم ببینیم که خب هر کسی با توجه به رزومش به کدوم پوزیشن بیشتر مچ میشه و همچنین استادا هم کاری که میخوایم بهشون در واقع بهشون اجازهشون میدیم اینه که اسکور خودشون رو دیزاین بکنن. مثلا ممکنه اساتید بیان بگن ما AC اسکور شما رو دوست نداریم، مثلا من دانشگاه مهم نیست ولی که پیپر چند تا داده باشه مهمه، یه نفر دیگه میگه برای من خیلی مهمه که دانشگاه کجا رفته پیپرش زیاد مهم نیست، یه نفر دیگه مثلا نمره زبان مثلا واسش مهمه، هر چیز. اینا رو بهشون اجازه میدیم که خودشون بیان این چی اسمش فرمول خودشون رو دیزاین وزن بدن. دقیقاً این فرمولی که میان دیزاین میکنن بعد بر اساس اون ما میتونیم بفهمیم که کدوم دانشجوها ممکنه برای یک سری اساتید اصلا خوب نباشن ولی برای یک سری دیگه از اساتید خیلی خوب باشن و اینا رو ساجست بکنیم بهشون لینکش بکنیم. این حالا کارهاییه که توی سال آینده یعنی از ژانویه شروع میکنیم به دیولوپ کردن، یعنی دیولوپ که شده شروع میکنیم به انجام آزمایشایی که باید روش انجام. این فوق‌العاده میشه اگه استادای زیادی بیان فرمول خودشونو بنویسن، هم کار استاد راحت‌تر میشه هم سیستم شما خب کار اون دانشجو رو راحت‌تر میکنه، ساجست میکنه به استادا. دقیقاً. البته ما آلردی چند تا استاد داریم روی پلتفرممون که دارن استفاده میکنن، بچه‌ها برن مثلا پوزیشن رو میتونن ببینن روی پلتفرم، ولی ما باید الان هم اتفاقا تعدادش رو به صورت عمدی کم نگه داشتیم که ببینیم کجاهای کار مشکل داره، کجاهای کار مثلا یه استاد میگه من اینجا رو دوست ندارم، مثلا اینو اینجوری تغییرش بدیم، اینجوری بکنیم که اون به قول عبارت استارتاپیش پروداکت مارکت فیته، اون پروداکت مارکت فیت رو ما به دست بیاریم، بعدش بریم اسکیل بکنیم بگیم استادای بیشتر بیان استفاده بکنن. و این حالا کل یه اوورویو از استارتاپ اپلای چانس بود که روی پلتفرم applychance.com میتونن بچه ها برن و ببینن. پس در واقع ساخت اکاونت و گرفتن قدرت رزومه شون و اینکه نسبت به بقیه اپلیکنت هایی که از کشور خودشون دارن روی این پلتفرم هستن نفر چند و من جز تاپ چند درصد هستن، اینا همش رایگانه. تا 3 تا دانشگاه هم شانس پذیرششون بهشون رایگان میدیم. یه خبر جالبم بدم که ما برای شنونده های خودکست یه دونه کوپن تخفیف هم گذاشتیم که on top of these three دو تا دانشگاه دیگه هم به صورت رایگان میتونن بگیرن، یعنی یک کوپن $20 که اگر توی موقع چک اوت بزنن خودکست اون $20 از هزینه ای که باید پرداخت بکنن کم میشه و مثلا اگر میخوان دو تا دانشگاه اضافه تر داشته باشن دیگه خلاص 5 تا دانشگاه رو میتونن ببینن. این البته این آفرمون تا آخر دسامبر هم هستش اگر کسی شد استفاده بخواد بکنه، ولی تعدادش لیمیتی نداره. الان ددلاین ها اینا چجوری؟ آمریکا هنوز اوایل دسامبره. اولا که این پلتفرم فعلا فقط واسه کاناداست.
آها خب کانادا دیرتر همیشه. آره کانادا معمولا رو جانبه شروع میشه فوریه، اینا اکثرا هستش، بعضی هم هستن توی مارچ و یه مثلا دیرتر، ولی خب اکثرش اواسط تا اواخر اواسط جانبه تا اواسط فوریه پیک ددلاین هست، یعنی تعداد زیاد دانش. ولی آمریکا یکم زودتره نسبت کانادا، مثلا از دسامبر اینا شروع میشه، ولی خب اونا هم دارن دیگه تو جانبه اینا هم هست. حالا این هست که حالا به غیر از کانادا کشورهای دیگر رو هم بتونید کاور بکنید یا بله. استپ بعدی ما آمریکاه و دلیل اینم که تا الان نذاشتیم آمریکا رو اینه که ما همجوری رو هوا و حدسی کارو نمی کنیم. داریم دیتا در میاریم، همجوری که کارون گفت ما کاری که داریم میکنیم از دانشجوهای واقعی که پذیرش گرفتن اطلاعشون دارم. اتفاقا من یه سری اسلاید هم دارم که بعدم نمیاد شیر بکنم صفحه اومد at some point که آره فکر کنم میتونی هر موقع که بخوای این کار رو انجام بدی. من آره اگر اینجوریه شاید من یه چند دقیقه شیرش بکنم که بگم ما اصلا این کارا همش داره بر اساس دیتاهای واقعی اتفاق میفته، یعنی حدس و گمان ما توش نیست. خود ما بعضی از جاها سورپرایز شدیم که مثلا استادا چقدر وزن مثلا میدن به دانشگاه قبلی، یا مثلا استادا چقدر وزن دارن میدن به مثلا معدل، مثلا یه همچین چیزایی داره ما رو خودمونم سورپرایز کرد. ولی خب ما احساسات خودمون رو کشیدیم بیرون ازش، پری اسامشنای خودمون ازش کشیدیم بیرون و واقعا فقط داریم بر اساس دیتا و مصاحبه با استادا این فرمولمون رو میسازیم. من فقط بگم اون کسایی که دارن میشنون از اینجا به بعد، خب مهیار میخواد شیر کنه اسلایداشو یوتیوب، اگه برن سرچ کنن خودکست بعد اپیزود 268 دقیقاً اسلایدای مهیار اونجا میتونید ببینید. ولی ما تا اونجایی که بتونیم سعی میکنیم که توضیح بدیم که این اسلایدا چیا رو در بر میگیره. بسیار. من اگر اجازه بدین الان شیر میکنم صفحمو. اولی شد. این یه نمای کلی از چیزیه که کاریه که ما میکنیم. همه الان توضیح دادم که یه شخصی که نمیدونه کجا میخواد اپلای کنه، حالا این چهار مال یه دونه چیز دیگه بوده بزنیم پاکش کنیم. میاد رزومه، اطلاعات رزومهش رو میده به سیستم ما، سیستم ما یک ACS کوری بهش میده و هیستوریکال ادمیشن دیتا یا همون دیتاهای قبلی هم که مربوط به پذیرش ها بوده ما داریم تو سیستم، و از طریق این دوتا دیتایی که داریم ما میگیم که مثلا هر دانشگاه، حالا هاروارد داره به زودی اضافه میشه توش، ولی هر دانشگاهی چند درصد شانس پذیرش داره. و این قسمت اسمش هست ادمی چانس، که از ادمیشن چانس میاد، یه پروداکتی که ما داریم. بعد از اینکه 89% دانشگاه تهران، UBC 50%، مثلا دارم میگم، این همینجوری به صورت چیز دارم میگم، میخواستم که کانسپت رو برسنم، این عدد رو من ساختم، عدد واقعی بعدا تو اسلاید بعد داره میاد. حالا براتون آره گفتم کسی که میبینه تضیف رویه نشه، 89 تضیف رویه نشه، حتی UBCش بالاتره. آره راست میگه، بذار اینو من بزنم چه میدونم 70%. خوبه 69 بهتره. حالا بچه 69 درصدی تزریفی نه، اینو بچه من بگم که مرسی کارون که اینو اشاره کردی، تزریف روحیه نشین، اینا همینجوری من فقط کانسپت رو میخواستم به صورت نقاشی بار بگم، هیچ عدده، ولی باید برم اینو عددشو در بیارم که بهتر بشه. حالا این ACS score یه همچین شکلی داره توی پلتفرم ما که چی رو نشون میده؟ قدرت رزومه رو نشون میده، سیویز استرینگت رو نشون میده، از 150 داره میاد بالا تا 850. حالا این درصدی که زیر هر سیکشنی هستن اینجا نشون میده که چند درصد از یوزرهای ما توی این بازه های مختلف هن. الان مثلا این بازه اسمش very good، این بازه اسمش good، این بازه اسمش fair، این بازه اسمش needs improvement، good luck. آره good luck تقریبا تمام. See you later. آره اینم extremely well. حالا چرا ما هیچ کسی رو نداریم که توی این بازی آخر excellent های حالا extremely well مثلا extremely good باشن؟
اسمش بکنم اکسلنت. مال اینه که این مقیاس مقیاس جهانیه، یعنی کسی میفته اینجا که داره دانشگاه هاروارد درس میخونه، معدلش 100%، 5 تا پیپر داده، میاد میفته این ته. یا حالا کسی که ایرانه، مثلا دانشگاه ایران فکر نمیکنم آخرش هم بیفته توی این اکسلنت ها، مگر اینکه توی مثلا المپیاد جهانی مثلا مدال طلا گرفته شه همچ حالت و بقیه چیزاش هم پرفکت مثل من. بله. بعد این تعداد این درصد رو اینا رو نشون میدن. حالا هیچ حالت وارد جزئیات نمیشم. بعد از اینی که این درصد گرفتم گفتم قسمت ادمی چنسه که میاد میگه حالا شما با این نمره AC سکوری که داشتین توی هر کدوم از این دانشگاه کانادا چند درصد شانس پذیرش داری. مثلا از همینا کار من میتونم عددا رو درست تر برم توی اون اسلاید اول که گفتی بذارم. مثلا منی که 676 هستم به من گفته که توی دانشگاه UBC 77-85 درصد شانس پذیرش دارم. جالبه که من الان توی UBC دارم درس میخونم، بنابراین بدونین که زیاد تضعیف روحیه نشین، یعنی ولی خب واقعیتش هم اینه که من الان منی که دارم توی UBC درس میخونم اگه با همین چیز با همین رزومه اپلای کنم نمیتونم بگم از 100 درصد پذیرش میگیرم، چون هزار تا فاکتور دیگه توی این قضیه هست. یک مثلا چجوری من استوپیمو چجوری نوشته باشم، اون سالی که افراد من دارم اپلای میکنم آیا استادی هستش این دپارتمان که کارش به کار من بخوره و فاند هم داشته باشه یا نه. خلاصه این پلاس اور ماینس 15% رو ما متوجه شدیم که از این یعنی ما از این دقیق تر نیستیم، برای همینم هم الکی نمیم کلیم بکنیم. مثلا من یه سوال بپرسم جان. آره حتما. ببخش. اون گفتی تو اون سالی که حالا تو اپلای میکنی استادی پوزیشن داشته باشن، اون خودش خیلی فاکتور مهمیه. میخوام ببینم این درصدا رو امکانش هست مثلا تو آینده بر اساس استاد فلان دانشگاه هم بدید یا نه؟ برنامه‌تون هست؟ تو برنامه‌مون هست کارون، ولی همونجوری که خودت میدونی دیتا خیلی نیازه واسه اینی که این کار ما بتونیم بکنیم. و الان مثلا اینی که استاد فاند داره یا نه، فقط مثلا شاید از طریق انسرک یک سری از اساتیدی که فاند دارن رو میگه، ولی الزامای همه اساتید هم نیستن، چون ممکنه یه نفر از فاندش اصلا از آمریکا داره میاد، از یه دونه اینداستری تو آمریکا داره میاد. و فعلا ما در واقع ترجیح دادیم که بگیم ما دقتمون بیشتر از 15 درصد نیست، یعنی خطا داره مثلا دستگاهمون که مدلم پلاس اور ماینس 15% خطا داره و بیشتر از 85 درصد هم اسمشو گذاشتیم بیشتر از 85%. که واقعیتش اینه که ما دنبال این نیستیم که افراد رو مثلا از طریق مارکتینگ جذب این کنیم، داریم دنبال اینیم که یک پروداکت خوبی که افراد میفهمنش و بعد میان استفاده میکنن به طور خوب. یه سوال جزئی، این رنگ بندی که انجام شده اون سه تا بالای همونیه که یه فرد معمولی بدون پرداخت میبینه اون نتیجه رو و بعد دقیقاً همینه. بله اون سه تا زردی که بالا هستن اون دانشگاهی هستن که رایگان ما شانس پذیرششون رو میدیم توش به بچه‌ها. دو تا دیگه هم با کوپن خودکس میتونن ببینن. دو تا دیگه هم با کوپن خودکس میتونن ببینن، حالا یا هر دو تای دیگه ای که دوست داشته باشن، ولی بیشترشو میتونن باید پول بدن دیگه. هر میتونن تا 44 تا دانشگاه رو ما توی کانادا بررسی کردیم میتونن پول بدن و ببینن. حالا سوال دیگه که میاد تو ذهنتون چیه بچه ها؟ مخصوصا برای بچه های عزیز همشهری خودم اصفهان، فرهاد و عالی شد. بگو فرهاد سوال. نمیدونم والا به من الان فرض کردم بهش میگم که بیا مثلا به من چقدر فاند میدن بده. نه حالا اونش اونایی که فاند مثلا در حد بخور و نمیره دیگه تو هر دانشگاهی تقریبا، مثلا من میگم فرض بیا به من $10 بده، من بهت میگم که برو کدوم جابی رو اپلای کن میگیرنت. خب اگه نگرفتن چقدرش برمیگرده؟ این یکیش میتونه باشه، ولی دقیقا اول سال که شاید به ذهن فرهاد بیاد اینه که از کجا معلوم تو داری راست میگی؟ درسته؟ آره چرا؟ آره.
اصلا چرا باید تو بیه 10 دلار مهیات بدی که این من خیلی خیلی دلم پاکه به همه اعتماد میکنم. هر کی بهش بگه 10 دلار بده سری همینطوری چکو در میاره و میکشه. حالا شوخی کردم اون قضیه همشهری بودن، ولی خب واقعا سوال ولیدیه، چون الان ما تعداد زیادی پیج های اینستاگرام هستن که حالا این کار خاص رو هنوز شروع نکردن، ولی حالا مثلا صبر کن یه سال دیگه همین کارم شروع میکنم، ولی کلیم میکنن میگن که بیاین ما مثلا سعادتمند و خوشبختتون میکنیم. ولی سوال اصلی که باید وارد بحثی شدی که من میخوام در موردش صحبت کنم. بحث بعدی اینه که خب آقا از کجا من بتونم به این سیستم اعتماد بکنم؟ آیا این سیستم از کجا معلومه که پشت ما یه رندوم جنریشن رندوم نمبر جنریتور نذاشتیم همینجوری الکی یه عددی به پرونه بیرون ما 10 دلار 10 دلار اینجا مثلا سیو می‌کنیم؟ برای اینکه این سوال رو من جواب بدم میام بهتون میگم که ما چیکار کردیم از یک سال و نیم پیش تا الان، علاوه بر اون صد و خورده ای استادی که ما باهاشون دونه یک ساعت حرف زدیم و فهمیدیم که اینا یه ترند اصلا دارن وقتی که دارن رزومه رو بررسی میکنن که بر اساس اون این AC Squared Design. علاوه بر اون اومدیم ما یه مقایسه انجام دادیم که همینجور که توی این اسلاید میبینیم این مقایسه رو اومدیم بین اسکیل کردیم در واقع AC Squared خودمون رو و AC Squared و نمره‌ای که دپارتمان فیزیک دانشگاه UBC به اپلیکنت های سال 2020 خودش داده بود، ایرانی هاشون 30 نفر بودن، 29 نفر اپلیکنت داشت پارسال. یعنی اگر کسی الان داره اینو میشنوه پارسال واسه UBC اپلای کرده فیزیک، شما یکی از این افرادی. و اومدیم اطلاعات اونا رو گرفتیم بدون اینکه اسماشون رو به ما بدن، چون به دلیل پرایوسی اسما رو کلا پاک کردن، فقط یک سری عدد به ما گفتن اپلیکنت شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 29 که این پایین نمیاد اپلیکن نام. بعد ما نمره‌ای که دپارتمان فیزیک کمیته پذیرشش به اینا داده بود رو اسکیل کردیم از 100، نمره AC اسکور خودمون هم اسکیل کردیم از 100 و اومدیم اینا رو پلات کردیم رو هم دیگه و این عددی که ما گرفتیم همخوانی، یعنی در واقع این دوتا انطباقیه که این دوتا داشتن، همخوانی این دوتا دیتا ست با هم دیگه 72% میشه. یعنی یادتون باشه بهتون گفتم ما 15% پلاس رو من 15% خطا داریم، این میتونه یه مقدارش خطای دست در واقع مدل ما باشه، یه مقدار دیگهش میتونه خطای هیومن ارور باشه که اون کمیته انضباطی داره چیز میکنه. و جالبی کار اینه الان اگه دقت کنین تقریبا همه جا ما داشتیم درست پیش بینی میکردیم، یه اینجا هستش که ما خیلی خوشبختیم که بهتون اعلام بکنیم یه دونه دیسکریپنسی اینجا وجود داشت که ما خیلی بهش افتخار میکنیم. چرا؟ به علت این که ما این نمره بالایی به این بنده خدا دادیم و دپارتمان نمره خیلی پایینی داده بود به این بنده خدا، رفتیم گفتیم که خب من بعد من هرچی رفتم با در واقع اون کیس خاص رو با چش خودم و دستی حساب کردم که نباید نمرش پایین باشه. چرا و اینجوری؟ بعد رفتم با خود اون مسئول در واقع یکی از افرادی که توی ادمیشن کامیتی فیزیک بود، گفتم این چیه قضیهش؟ چرا به این نمره کمی دادیم؟ بعد اون بنده خدا هرچی نشست نگاه کرد به این دید که اصلا نمیشه. بعد گفت من نمیدونم چرا ما به این نمره کمی دادیم، من میرم با کمیته مطرح کنم. یعنی در واقع میخوام بگم که سیستم ما الزامن 15 یعنی 30% یعنی 28 صدومی که ما اختلاف داشتیم با این چیز الزامن ما بد نبودیم، 15% ما بد بودیم، شاید 15% هم خستگی مثلا فردی بوده که داشته ریویو میکرده حالش نداشته یه چیزی دیده و یه عددی داده رفته. و خب من امیدوارم که این شخصی که ما آوردیم پروندش بالا پذیرش گرفته باشه، من نمیشناسمش کیه ولی حالا ایشالله که پذیرش گرفته. و اینا همش به صورت دستی انجام میشه الان توی حالا دپارتمان های فیزیکو که تو میگی؟ یعنی چقدرش؟ بله خیلی جالبه. شاید باورت نشه که اینا میشینن توی اتاق به مدت 2 روز کامل 300-400 تا اپلیکیشنه میان دونه دونه
بررسی میکنن، میدن هر یه اپلیکیشن رو دو نفر ریویو میکنن و اگر این دو نفر عددهای نمره‌ای که به اون اپلیکیشن ها میدن یکسان باشه که خب دیگه اون نمره میره واسه، اگر این دو نفر یکیشون نمره خیلی بالایی بده یکیشون نمره خیلی پایینی بده، یه نفر سوم میاد ریویو میکنه ببینه که کدوم یکی از این دو نفر شاید اشتباه کرده که مثلا دیگه فیر باشه. ولی واقعا افیشنسیش خیلی پایینه الان کاری که داره اتفاق میفته. آره این حالا این یه چیزیه که نشون میده که این ACS سکور ما واقعا با نظر اساتید خیلی هم پرت نیست. حالا درست 100% هیچ وقت نمیشم ولی 100% هم منطبق نیست، ولی خب الان دقیق ترین چیزیه که وجود داره توی مارکت که بچه ها میتونن ازش استفاده کنن به صورت رایگان. من میخواستم اون 28% همی که گفتید چی بود مثلا الوان متریکش رو میتونی بگی؟ بعد یه سال دیگه هم که داشتم این که اون با احتساب اون 15% خطای شماست یا نه، یعنی مثلا سکور به اضافه منهای 15% رو شما مقایسه کردی با سکور دپارتمان یا نه؟ ببین این عدده که ما گذاشیم روی این آبی این کرو آبی رنگ رو که میبینی اینا هر کدومش یه عددیه که نه به اضافه منهای 15% نیست، این یه عدده که ما میدیم به اضافه منها رو ما توی این عددهایی که رنج میدیم اینجا لحاظ کردیم، ولی این فقط یه عددی که ما میگم به اینشون ما از 100 میدیم 70 اسمش هم گذاشتیم 70 مثلا، این به اینشون میدیم 32 مثلا اینجا گذاشتیم 33. این متریکی هم که داریم میگیم همون کورلیشن بین این دوتاست کار آره. که چقدر همخوانی بین جان باش. من حالا به عنوان مثلا یه یوزری دانشجویی که مثلا این دانشجو شماره 24 باشم این تو فکرمه که مثلا حالا میگیریم که الان اپلای چانس 3-4 سال آینده شه و من ازش استفاده کردم و این اتفاق افتاده برام تو دانشگاه، درست؟ آیا شما این آینده نگری رو دارید یا اینو میبینید در آینده اپلای چانس که من بتونم به این ACS سکورم استناد بکنم یا ببرم دانشگاه بگم آقا من ACS سکورم این بوده تو این وبسایت ولی حتی شانس مصاحبه‌ام به من داده نشده یا حتی اپلیکیشن من به قولی جدی گرفته نشده؟ حالا اتفاقی که واسه این بنده خدا اتفاق افتاده. جالبی که داره میفته اینه که الان مثلا همین یکی از یک دو سه تا از این اساتیدی که دارن با ما کار میکنن بعد از اینی که تراستشون جلب شد به ACS سکور خودشون، یعنی اتفاقی که افتاد بود که ما از یکی از این اساتید خواهش کردیم بیان کمک بکنن به ما، گفتیم ما این روز بکنین امسال هر کس به شما ایمیل میزنه بگیم بیاد روی پلتفرم ما اون عدده رو به شما بده بعد با هم دیگه بشین دیسکاس بکنیم قضیه، چون واقعا سخت اساتید تراست بکنن به سیستمی چون واقعا کریرشون به این قضیه بستگی داره. بعد از 7-8 تا کیسی که با هم دیگه بررسی کردیم و دیدن که چه جالب، آره نمره رفت بالا، این دانشجو دانشجو خوبیه به نظر منم، اون نمره اومد پایین، این دانشجو به نظر من نمره بد، اتفاقی که افتاد این بود که دیگه از این به بعد اون استاد خاص هر کس بشه ایمیل بزنه میگه برو اونجا بزن ACS سکورت رو به من بده. و من فکر میکنم که اگر ما بتونیم با کمک حالا هر کسی که حالا چه اینوستور چه ادوایزر تو این زمینه این رو جهانیش بکنیم که در واقع میشن ما هم همینه، این تبدیل میشه به یک بنچمارک جهانی و امیدواریم که این اتفاق بیفته. حالا این قضیه ACS سکور بود، اینا عددها بچه ها از 100 درست گفتم ولی این درصد پذیرش نیست، این همون عدده که مثلا 676 ما اینو اسکیلش کردیم از 100 که این دوتا رو فقط بتونیم با هم دیگه مقایسه کنیم. حالا میایم سراغ چی؟ میایم سراغ ادمی چانس که شانس پذیرش بود. اومدیم چیکار کردیم؟ ما گفتیم که این لول اینو ببریم بالا، در واقع این تحقیقاتمون رو یه لول ببریم استپ بریم جلوتر. آره که بیایم ببینیم افرادی که واقعا پذیرش گرفتن اینجا الان توی کانادا اگر اون زمان از سیستم ما استفاده میکردن ACS سکورشون چند میشد و ما بهشون شانس پذیرش توی دانشگاه فعلیشون رو چقدر میدادیم. مثلا یک نفری الان داره دانشگاه UBC درس میخونه، قبل از اینکه بیاد UBC از ایران یه رزومه داشت،
بیاد بزنه اینجا ببینیم که ما ادمی چانس یا اون شانس پذیرش که بهش میدادیم واسه یو بی سی چند درصد. همینطور بیایم برای کسایی که توی دانشگاه کلگری دارن درس خوان، همینطور برای افرادی که دانشگاه SFE دارن درس خوان، همینطور برای و برای تعداد زیادی دانشگاهی که توی کانادا هست، یعنی هر کسی رو تونستیم در واقع گیر بیاریم ازش بخوایم که این کارو بکنه و از درست. بقیه هم خواستیم که لطف کنین و با دوستاتون شیر بکنین که ما این دیتا رو به دست بیاریم. اومدیم این دیتا رو در حدود 300 تا دانشجوی ایرانی که توی کانادا دارن درس میخونن رو پیدا کردیم، ازشون خواستیم که اطلاعات تحصیلی مربوط به قبل از پذیرش گرفتنشون بدن و یه اسامشن هم اینجا داشتیم که اگر کسی چند جا پذیرش گرفته بود مسلما رفته اونی که بهترین رنک رو داره و این اسامشن میتونه درست باشه میتونه اشتباه باشه، ولی معمولا چیزی که ما اکسپریانس میکنیم اینه که یه نفر دانشگاه تورنتو پذیرش گرفته باشه و دانشگاه مثلا کلگری، کسی انتخابش نمیستش که بیاد بره کلگری، مثلا میره تورنتو درس بخونه، یا اگر کسی یا مثلا یو بی سی پذیرش گرفته باشه و SFU حالا SFU یو بی سی جالبه که براتون میخوام یه چیز در موردش بگم، حالا مثلا SFU و UBC در واقع چیز گرفته باشه شاید به اشتباه یا شاید هم درست بیاد UBC رو انتخاب، این فرض ما بود توی این آزمایش و میگم میتونه درست باشه میتونه اشتباه باشه. حالا چیزی که ما اومدیم به دست آوردیم یه همچین گرافایی بود و اومدیم چیکار کردیم، در واقع درصدهایی که ما به هر مثلا برای دانشگاه UBC میشه یه ذره بزرگترش بکنی من؟ آره حتما. آلیش آره. درصدهایی که ما اینا ادمی چانسن الان، یعنی چند درصد شانس پذیرش دارن که تو یو بی سی باشن و این برای 50 تا دونه دانشجو بوده که ما از تو یو بی سی تونستیم ازشون خواهش کنیم اومدن و این اطلاعات رو به ما دادن. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ چیزی که متوجه شدیم اینه که بودن افراد مثلا در حد یکی دو نفر که ما بهشون گفتیم چون 50 درصد بیشتر شانس نداری و اینا اپلای کردن و پذیرش هم گرفتن الان دارن درس میکنن، ولی استاتستیکلی این هیستوگرام رو که نگاه بکنین بیشتر افراد روی رنج 70 و 80 درصد هستن. از اون طرف هم افرادی بودن که خیلی مثلا شانس خوبی ما بهشون گفتیم ولی تعدادشون کم شده. چرا؟ یعنی ما الان کسی که مثلا توی کلکولیشن ما بهش دادیم مثلا 90 درصد یا حالا تا 100 درصد، اینا کسایی بودن که احتمالا دانشگاه تورنتو هم پذیرش گرفتن، خب خیلی هاشون رفتن تورنتو به جنگ بیان یو بی سی و این مثلا برای دانشگاه یو بی سی که جزء 4 تا دانشگاه برتر کاناداست، این یکی برای دانشگاه آلبرتاست که اونم جزء 4 تا دانشگاه برتر کاناداست، اینم باز دوباره توی 70 درصد پیک داد به ما و حالا یه دونه نورمال دیستریبیوشن 70 درصده. این کار ما واسه تعداد زیاد دانشگاه انجام دادیم که اینا الان همش رو کنار هم براتون بذارم، یعنی 9 تا از اون چند تا دانشگاه دیگه نمیخواستم سرگیجه بگیریم، ولی نگاه بکنین اکثرا روی 70 80 70 80 70 70 و 60 70 و 70، این پیکیه که روی این عددها میده. خب یعنی لول چقدر عجیبه، اوتلایر لول. آره یه اوتلایر داره که صد مثلا در واقع انقدر خوب بوده که ما تقریبا بهش گفتیم، چون این صد چیز دیگه مثلا بازه بین 90 تا 100 رو بهش میگیم مثلا، فکر میکنم این نمیدونم 90 تا 100 یا خود واقعا 100. بعد چرا مور دارید بالای 100 درصد مگه میشه؟ نه هیچکی نه اینو توی اکسل من همین الان 5 دقیقه قبل از چیز اگه دقت کرده باشین اینستاگرامش داشتم میکشیدم و این مور خود اکسل میاره اینجا. آره این نکته سنج واقعا کارون. نه آخه یه مصاحبه بود میگفتن بالای 100 درصده، من بالای 100 درصد. آره حالا خوبه حالا خوبه که الان با تجربه همین حرف چیزی که هست اینه که بازه هایی که ما داریم پس بازه بالا رو داره نشون میده، یعنی چون نمیتونه بالای 100 باشه دیگه، درنچه اگر اینجا ما یه نفر داریم 100 احتمالاً یه چیزی بین 90 تا 100 بوده یا این یه چیزی بین 90 تا 100، یعنی بین هایی که ما انتخاب کردیم بالای بازه رو نشون. چیزی که حالا کلن سر همه رو درد آوردم با این صحبت هایی که کردم، ولی
میخوام از کل این قضیه چیزی که میخوایم بفهمیم اینه که این سیستم فرقی نمیکنه که واسه چه لول از دانشگاهی شما ما این کار رو انجام دادیم، داره میگه که اون شخصی که داره تون دانشگاه درس میخونه، سیستم ما پردیکت میکرد که یه چیزی حدود 70-80% شانس پذیرش داره تو این دانشگاه. پس اگر کسی میخواد که مثلا جواب استاد نگرفته سوفار، میخواد که بره یه دانشگاهی مثلا 5 دانشگاه واقعا همینجوری شانسی اپلای کنه، نیاد بره رونی که 50% مثلا اپلای کنه، بیاد بره اونجایی اپلای کنه که بهش شانس 70-80-85% میده، احتمال موفقیتش خیلی بیشتر میشه. حالا یه اتفاق جالب، من میخوام UBC رو با SFU مقایسه کنم، این دوتا رو با هم دیگه، بذار ببرمش. یعنی میخوام بگم این الزامنم این دیتا هایی که ما گرفتیم اینجوری نبود که خب خیلی کورولیشن خیلی شدیدی با رنکی که ریپورت میشه از یه دانشگاه بدن. SFU تعداد زیادی از افرادی که ما پردیکت میکردیم 80% رفتن دارن درس میخونن، توی UBC دیستریبیوشن بیشتر روی 70-80% با هم. این چی رو نشون میده؟ یعنی AC score این ران رو ما بیایم حساب بکنیم، AC score دانشگاه UBC، یعنی افرادی که دارن دانشگاه UBC درس میخونن و افرادی که دارن دانشگاه SFU درس میخونن رو ما تقریبا یکسان دیدیم، یعنی با اون پلاس و ماینس که میذاشی کنم خیلی اوورلپ داشتن. یعنی واقعا کوالیتی رزومه کسایی که میان UBC و کوالیتی رزومه کسایی که میان SFU تقریبا یکسان، و این رو توی رنکینگ دانشگاه ما نمیبین، چون که توی رنکینگ دانشگاه UBC رو حالا یا 2 میذارن یا 3 میذارن وستگی به این که کدوم رنکینگ نگاه کنی. SFU رو نمیدونم کارون دیدی چند میذارن، یا 7-8 میذارن فکر کنم تو کانادا. آره اینا، من یه سوال دارم، اینا بیشتر برای گریجویت استادیز دیگه، یعنی اندرگرادش نیست؟ بله. آره خب اونجا منطقیه که ما یه همچین رویه رو ببینیم، به خاطر اینکه مثلا رنک میکنن UBC میگن حالا جزو 4 تاه، خب بهتر میدونی خودت، خیلی فاکتورهای مختلفی رو در نظر میگیرن که حالا اندرگرادا جزو بشن، نه فضای آموزشی جزو بشه، تعداد پیپرایی که میاد بیرون جزو بشه، و همه رشته ها رو دارن همزمان در نظر میگیرن. حالا این دیتا اگه برای بچه های ایرانی باشه، مثلا ایرانی ها خب بیشتر دارن میرن مهندسی این دوتا دانشگاه رو میخونن، و خب درسته. مهندسی، حالا حداقل مهندسی کامپیوترش رو من میدونستم، این دوتا اینجوری اون اختلافی که حالا رنگ دانشگاه نشون میده توی دپارتمان مهندسی این دوتا دیگه نبود. مهندسی این دوتا قابل نیست. آره طبعا. و حالا هم استادای مقبولی تو جفتشون بود، هم پیپرای خوبی میومد، یعنی که حالا اون رنکی هم که بیرون اعلام میشه باز یه عدد خیلی کلیه که قطعا نشون دهنده کیفیت حالا اون استاد خاص یا اون دپارتمان خاصی که توش شما قرار درس بخونید نیست. مثلا حالا توی فیلد کامپیوتر ای آی یکی از بهترین استادا توی دانشگاه خیلی کم نامه حالا توی کبکه. دقیقاً. آره روی حساب. آره دقیقا همین بود. یعنی میخوام بگم که بچه ها حالا نگن که خب من خودم مثلا، یعنی نگن که میتونن تا تو سام اکستند این اتفاق میفته، ولی کاری که ما داریم میکنیم یعنی فقط بر اساس رنکینگ نیستش، یعنی واقعا دیتا ها داریم به ما، و این مدل هم هی هرچند بیشتر ما دیتا در بیاریم بهتر و بهتر و بهتر هم میشه، هنوزم ای آی نیستش، ولی ما از این دیتا داریم استفاده میکنیم، هی منیوالی فاین تیون میکنیم قضیه رو. به همین دلیل رنگ دانشگاه، من چیزی که میخواستم بگم اینه که زیادم روش بچه ها فوکس نکنن، بگن که خب حالا رنگ میریم پایین تر مسلمن شانسمون بیشتر میشه، چون یه اپتیمومی هم داره. جالبش اینه که مثلا دانشگاهی که بزرگترن و خب رنگ بهتری هم دارن، تعداد فاندم توش، تعداد اساتیدی که پول دارن واسه اینکه پوزیشن داشته باشن اون سال بیشتره، بعد میای پایین شانس شما میره واسه اینکه پذیرش بگیری مثلا دانشگاه کلگری بیشتر میشه، تعداد استادام هنوز خوب هستن، ولی از یه جایی به پایین تر هم دیگه استاد فاندی ندارن، یعنی یه سری دانشگاهی که خیلی شاید کوچیک باشن، یه جایی مثلا دور افتاده‌ای باشن که ریسرچ اونقدر توش قوی نیستش، خب اینا گرانتی هم نمیگیرن استادش و خب پوزیشنی هم نیست. حالا شما خدای رزومه باشی، اگه فاند بخوای خب توی اون دانشگاه
فاند نیست که اصلا به تو بدن، خیلی دوست داشتن مثلا بگیرنت ولی نیست. این هم یکی از مسائلیه که من خواستم بگم. حالا بیشتر از این دیگه فکر کنم همینجاش هم به نظر من خیلی وارد جزئیات شدم، ولی خب گفتم که یک بار بیام بگم که بچه ها کلن سه تا دونه تیک هوم مسیج من بهشون بدم که یک اپلای چانس چی کار میکنه، به شما کمک میکنه که دانشگاهی رو انتخاب بکنید که بیشترین شانس پذیرش رو واسش دارین با فاند. دو اینکه این دیتا هایی که در واقع این کاری که ما داریم میکنیم یک سال و نیم ریسرچ روش اتفاق افتاده و همینجوری رو هوا نیست و در واقع خود دانشگاه یو بی سی توی اینکیوبیترش ما هستیم و الان فاز 3 هست، اونا دارن ما رو ساپورت میکنن که این ریسرچ رو انجام میدیم و این استارتاپ رو میبریم جلو. و آخرش هم اینه که حالا خودکست رو بزنین و دو تا دانشگاه دیگه هم رایگان بگیرین و تراست بکنن. این چیزی بودش که من کلا خواستم بگم بهتون. آخر دسامبر دو تا دانشگاه. آخر دسامبر بله، یعنی تا 3 هفته دیگه تقریبا، 2 هفته دیگه میشه، 2 هفته دیگه، 2.5 هفته دیگه. آره تا آخر دسامبر اگر که بیان رجیستر بکنن و ادمی چانس بخوان بگیرن توی چک اوت میتونن بزن خودکست هیچ چیز، یعنی KHODCAST فکر کنم بدون هیچ کپیتالیزیشن، همه حروفش کوچیک باشه، بزنن میتونن از این تخفیف $20 استفاده بکنن. من یه چیزی بگم جان، ما اپیزود رو فکر کنم حدود 1 هفته دیگه هم پخش میکنیم، یه ذره ممکنه دیرش، امکانش هست اون ددلاین یه ذره تمدیچه بله، از اون بر بله، که هم مچ باشه با ددلاین دانشگاه ها که دیرتره، همین که چشم تا اپیزود شنیده بشه در بچه ها بگم فرصن. چشم میگم آره. اپیزود قراره پنجشنبه ریلیس بشه، یعنی کسا گرنده میشه آره. پنجشنبه است، پنجشنبه ما جمعه ایران فکر کنم، نه پنجشنبه عصر ایران میشه. خلاصه حالا ما اینو میسپاریم به دستان توانمند شما ببینیم که چی کارش میتونیم. آره اگه امکانش بده یه ذره اکستندش آره حتما اکستندش بکنیم تا 15 ژانویه. خوبه آره مثلا یه ماه فرصت داشته باشن بچه‌ها، یه ماه فرصت تا از زمانی که میشنون حالا رزومه رو آماده کنن و آپلود کنن. عالی میشه. آره آره رزومه لازم نیستش که آپلود بکنن الزاما، چون بعد 8 دیتا هاش رو وارد بکنم و هنوز آره دیگه به اون لول از پیشرفتگی نرسیم که با NLP اینا بزنیم ولی آره کار داره به صورت بهش میگن لین استارتاپ، یعنی خیلی جزئی جزئی با هر چیزی که دم دست داریم داریم یه چیزایی رو درست میکنیم، بعد ببینیم مارکت چه فیدبکی بهمون میده، کجاهاشو دوست داشت کجاهاش دوست نداشت، کجا خوب کار میکنه کجا کار نمیکنه، هی اینا رو فاین تیونش کنیم تا بالاخره راه پیدا کنیم. من ببخشید خیلی حرف زدم، الان از الان به بعد یه در خدمت شما که اگه سوالی دارین من در خدمتتون. نه نه به نظر من که خیلی خوب بود، یعنی باید این به هر حال پلتفرم شناسونده میشد. من دوست داشتیم، میگم خیلی سوالا از ما میشه که چجوریه، مثلا چجوری میشه اپلای کرد، اپیزود در مورد مهاجرت بذارید، خیلی مشتاقن همه که در مورد این بیشتر بدونن و ما خوشحالیم که حالا این فرصت پیش اومد که بتونیم از شما توی این اپیزود استفاده بکنیم. کارون تو سوالی چیزی بود آره. بچه‌ها اگر که هست بگید. دیتایی که دارید مال چه رشته هایی الان؟ چون مثلا خیلی از ما میپرسن، من مثلا جواب میدم من مهندسی رو میدونم، ولی چون مثلا راجع جامعه شناسی، روان شناسی یا رشته های دیگه هم شما دیتا دارید؟ خیلی سوال خوب بود، همین الان که ایمان داشت صحبت میکرد تو ذهنم اومد که ای وای اینو من باید تاکید بکنم. دیتا هایی که ما داریم، اصلا کاری که اپلای چانس ات دی تایم داره میکنه فقط روی مهندسی و علوم پایه است، یعنی چه کسایی اصلا نباید بیان رو اپلای چانس، پولشون رو هدر نکنن روی اپلای چانس، افرادی که پزشکی خوندن یا میخوان بخونن، افرادی که هنر یا جامعه شناسی، هر چیزی بجز مهندسی و علوم پایه. علوم پایه چیه؟ فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی، نمیدونم گردشگری هم نمیتونم برن. آره گردشگری من ازا پرسیدم. آره. آره نمیتونم، من بلد نیستم، یعنی واقعا چرا بلد نیستم؟ به علتی که دیتای کافی نداشتیم، یعنی چند نفر الان اومدن اینجا دارن گردشگری میخورن که من بتونم و
بر اساس اون جامعه آماری اصلا نیست، وجود نداره. اصلا شاید من اولی که من کسی نمیشستم شخصا از ایران اومده باشه اینجا گردشگری با فاند داره میخونه، اگرم باشه بعضی گردشی اومدن اینجا درس میخونن ولی گردشی آره. بر همین ما اون جامعه آماریمون بیشتر روی مهندسی و علوم پایه است. خیلی عالی. دیگه چی کارو؟ دارم زور میزنم اینم چیزی من بزنم میرسه. یه سوال برام جالب بود چون حتما خیلی مراودات زیادی با حالا بچه‌ای که ایرانن یا دانشجوهایی که اومدن اینا، و دوست داشتم بدونم، حالا شاید هم جوابی نداشته باشی براش الان، ولی مثلا یه سوال یا چند تا سوالی که خیلی پرته مثلا افراد شاید بپرسن و اصلا ندونن که مثلا اصلا این سوال شاید جایی نداره، یا اصلا میگم پرته، شاید یه همین چیزی که حالا بوده که بخوای بگی آقا نه مثلا این نیست، اینو بذارید کنار، ول کنید. میدونی چی میخوام بگم؟ تو این پروسه سوال پرت خیلی از من میپرسن حقیقتش. و من قبلا داشتم یک اپروچ فکر میکنم اگر که اشتباه نکنم پاپیلیستی بشه، که تو هیچ همه رو میخوایی مثلا راضی نگه داری، یا اشتباه میکنم نمیدونم، که مثلا من هیچ وقت نمیدم به کسی بگم آقا تو خیلی مثلا پرتی از قضیه، یعنی یا اینکه کلن رزومت اصلا نمیخواد بری سمت فاند، به علت اینکه مثلا اگر شما نمیخواد بری معدل... سمت درس آره مثلا یا مثلا اگر معدل 12 واقعا مینیموم ریکوارمنت هیچ دانشگاهی رو شما مثلا میت نمی کنی. اینی که داری الان زبان میخونی واسه چی داری زبان میخونی، یا اینی که میخوای اپلای کنی همینجوری واسه چی، من نمیمدم بگم. ولی اپلای چانس از وقتی که شروعش کردیم داریم این چیزو میگیم، اگر کسی معدلش زیر 13 واقعا من پیشنهاد اکید بهش میکنم که اگر پول نداره که سال 1,000,000,000 تومان هزینه شخصی خودشو بده، اصلا کلن قید مهاجرت تحصیلی رو بزن، یعنی واقعا اون زمانو نذاره بره زبان بخونه، اون هزینه رو نده بره زبان به استاد زبان به کلاس زبان، یکی از چیزاست. یه سوال خیلی 98% بی ربط از من میپرسم، حالا بعدم میگم چرا 2% نه، اینه که من میخوام که بیام اول پذیرش بگیرم بیام اونجا، بعد اونجا مثلا تو محیط زبان یاد بگیرم، یا میشه جایی از دانشگاهی هست که مثلا من تافل ندم آیلتس ندم بیام توی کانادا؟ خب اگه اینجوری نیست تو محیط واسه یه فاند وقتی بچه دارن اپلای میکنن از یه دانشگاه غیر انگلیسی زبان هم قبلا توش درس خوندن، باید زبان داشته باشن. حالا یک سری دانشگاهی هستن بیشتر میره سمت کبک و اون دانشگاه فرانسوی زبان، که اینا میگن که ممکنه یه استادی اوکی باشه توش که طرف حالا آیلتس نداره ولی توی مصاحبه باش صحبت میکنن توی اسکایپ مثلا اونجوری چیز، ولی اونم 2% از مارکته. در نتیجه اصلا شما بگو بگیرن، شما پاشی بخوای پاشی بیای اینجا، اگر ما که زبان تافلمون دادیم مثلا نمره کامل هم گرفت اومدیم اینجا، پوستمون کنده شد اول کارت اومدیم بفهمیم چی میگن. بعد فکر شما اصلا آماده نباشی توی ترون لول که اصلا بخوای زندگی کنی اینجا، خیلی واقعا سخت میشه. به همین دلیل اولین چیزی که هر کس میاد به من میگه که من میخوام چیز بگم، میگم باید بری زبان بگیری بعد بیا با هم صحبت بکنی. اینم یکی از اون سوالاییه که از من خیلی میپرسن، میشه جایی ولی توی اروپا میشه ها، یعنی توی اروپا چون که استاد محوره، استادا خیلی هاشون الزامی روی داشتن زبان نمیکنن، ولی خب اونجا سختی های خاص خودشو داره، کامپتیشنش بسیار بالاست و باید شما توی یک زمینه خیلی خاص تعداد مقالات خیلی خوب زیادی داشته باشین که مثلا وقتی شورت لیست میشی آخرین لحظه بهترین اپلیکنت باشی، چون تقریبا مثل پیدا کردن یک کار توی اروپا. ولی توی کانادا اگر کسی باید یاد کانادا بدون زبان تقریبا شانس خودش رو هر چقدر که هست ضرب داره 1 درصد میکنه،
این برای کسایی که از این دانشگاه یه معتبر میخوان فاند بگیرن دوباره تاکید کنیم، یعنی اینجا دانشگاهی هستن که همونجوری که فرهاد گفتش شما میتونی بیای و بعد اینکه اومدی تازه دوره زبان بگذرونی بعد شروع کنی، ولی خب اونا فاند نمیدن و خب اعتبار اون دانشگاه هم قابل مقایسه با این دانشگاهی که مهیادینا توی سیستمشون دارن نیست. دقیقا. یه بحث دیگه‌ای که وجود داره بحث ویزاست، یعنی اون دانشگاه‌هایی که بدون زبان میذارن بچه بیان تحصیل بکنن، شما فکر کن اصلا پذیرش گرفتی، مثلا از BCIT پذیرش گرفتی که بیا بری زبان بخونی اول توش، بعد بیا بری رشته تو ادامه بدی. اگر سنت روی 17-18 سال باشه دقیقا بعد از دبیرستان باشی، اوکی این قضیه. ولی اگر الان مثلا طرف 25 سالشه 30 سالشه یه دونه لیسانس گرفته یه فوق گرفته، حالا میخواد بیاد تازه بیاد اینجا بره کالج زبان، این احتمال 95% ویزاش ریجکت میشه. پلت میگن که بابا شما خودت الان لیسانس داری، فوق لیسانس داری، یا الان سنت بالاست و حالا تازه میخوای بری اونجا زبان بخونی، از کجا معلوم که نخوای بری اونجا تقاضای پناهندگی بدی، و این باعث میشه که ویزاشون رو ریجکت بکنن. بنابراین اگر که تو لول 17-18 سال زیر 20 سال هستن، سال حدود 20 سال یا کمتر هستن، به این قضیه هم میتونن فکر کنن که بیان زبانشون رو اینجا بخونن، با اینکه خب هزینه هاش خیلی بیشتر از اینه که توی ایران زبان بخونن دیگه. ولی خب اگر کسی مرش هزینه مشکلی نداره و سن و سالش هم 20 یا کمتره، میتونه بگه من میارم اونجا و کلاس زبان اونجا رو. ولی اگه رفتن، تعداد زیادی از مارکت ما کسایی هستن که آلردی لیسانسشون رو گرفتن توی ایران، اون افراد اگر بخوان بیان اینجا و کالج هایی رو برن که اول زبان بخوان، مثلا دوره زبان برن بعد چیز، اونا ریسک ویزاشون خیلی بالا میشه. دست در نکنه. من خودم تشکر بکنم، چون این چند وقت از بخصوص از اون روزی که صحبت کردیم و یه دمو به ما دادی، چند نفر از من سوال پرسیدن، ما دیگه خیلی راحت، چون ما که اطلاعات نداریم، یا خود من فقط لینک سایت شما رو میفرستم و دیگه تموم. این خیلی کار رو برامون راحت کرده و امیدواریم که هم استفاده کنن و مرسی، ممنون، جواب بگیرن. مرسی مرسی، ایشالله. سوال دیگه نبود بچه ها؟ نه. مهیا شما حرف پایانی چیزی داشتی بزنی، یا اینکه حرفا رو گفتنی ها رو گفتی به قوله من دیگه آخرم در لحظه آخر، یعنی از این لحظه آخرم استفاده کنم. اگر تو اینستاگرام بچه ها خواستن یک سری ویدیوهای آموزشی ما گذاشتیم اینستاگرام، و اسمش هست Apply Chance، که آرش که اون یکی فوتبال بازی میکرد، چه فوتبالیست، فوتبال باش بازی میکرد. آرش هم توی اینستاگرام بسیار قوی داره کانتنت جنریت میکنه، اینکه بچه ها بدونن هر قسمت از وبسایت چی کار میکنه. اونجا میتونن برن توی Apply Chance اینستاگرامش فالو بکنن و اونجا کلی جایزه آرش میذاره، میتونن دوباره کردیت رایگان بگیرن از اینجور چیزا. و applychance.com هم که پلتفرممونه. همین، این چیزیه که من آخرین لحظه میخواستم بگم. خیلی هم عالی، ما ازت ممنونیم که اومدی توی یکی از اپیزودهای خودکست دوباره و در مورد این حالا پلتفرمی که دارین درست میکنین صحبت کردین. اگر که هر موقع دیگه دوست داشتی تشریف بیاری، همیشه درهای خودکست به روی شما بازه، ما خوشحال میشیم که شما رو داشته باشیم. مرسی. اگر حرف پایانی نیست، من امضا رو ببندم. مرسی، ممنون از زمانی که به من اختصاص دادید. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام برای پادکست تاکس، که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی و تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا اپیزود دیگه برمیگردیم. خدافظ. 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 خدافظ.